شیعیان و هزاره ها در افغانستان تحت سلطه طالبان با شدیدترین محدودیت ها و فشارها مواجه هستند. بر اساس گزارش ها طی 3 سال اخیر و پس از حاکمیت دوباره طالبان، شیعیان و هزاره ها از کوچ اجباری گرفته تا کشتار دست جمعی و سیستماتیک از سوی طالبان و دیگر گروه های تروریستی قرار گرفتند. همکارم در گزارش خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده که با هم می‌بینیم. شیعیان هزاره که یکی از 4 گروه جمعیتی بزرگ افغانستان محسوب می‌شوند، طی سالیان اخیر بیش از هر زمانی از سوی حاکمان و گروه‌های تروریستی مورد ستم و کشتار سیستماتیک قرار گرفتند. بر اساس روایت‌های تاریخی، بیش از 62% از جمعیت هزاره‌ها در دوران عبدالرحمن خان، پادشاه سابق افغانستان، قتل عام شدند. از آن زمان که بیش از 100 سال می‌گذرد، هزاره‌ها و شیعیان این کشور در دوره‌های مختلف به دلیل هویت قومی و مذهبیشان مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. با سلطه طالبان در اولین بار در سال 1995 میلادی، شیعیان هزاره در چندین شهر از جمله دایکندی و بلخ مورد قتل عام قرار گرفتند. همزمان با سلطه دوباره طالبان در سال 2021، شیعیان هزاره یک بار دیگر با انواع فشار و حتی نسل کشی روبرو هستند. گروه‌های سنی تندروی داعش ده‌ها حمله خونین علیه شیعیان هزاره در کابل و چندین استان دیگر افغانستان انجام دادند. علاوه بر حملات خونین گروه داعش علیه شیعیان و هزاره‌ها، بیشترین محدودیت‌ها و فشار از سوی گروه طالبان نیز علیه این گروه قومی و مذهبی اعمال شده است. طی 3 سال اخیر، صدها خانواده شیعیان هزاره از مناطق بومی خود مجبور به کوچه اجباری گردیده و در چندین مورد هم کوچی‌های پشتون با حمایت مستقیم طالبان زمین و خانه‌های آنان را غصب نمودند. گروه طالبان طی 3 سال اخیر از جمله در ماه محرم امسال شدیدترین محدودیت‌ها را علیه مراسم عاشورای حسینی در افغانستان وضع کردند. همچنین کتاب‌های مربوط به فقه جعفری که پیش از این در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس می‌گردید، از سوی طالبان حذف و از کتابخانه‌ها جمع‌آوری گردیده است. در اقدام اخیر، هفته گذشته گروه طالبان در گذرگاه مرزی اسلام قلعه در استان هرات شروع به مصادره اقلام مذهبی و کتب مذهبی شیعیان زائر بازگشته از کربلا کردند. منابعی گفتند که طالبان در مرز اسلام قلعه چمدان‌های زائران را به طور کامل بازرسی کرده و کتب مذهبی و کتب دعا را مصادره و از ورود آنها به افغانستان جلوگیری کردند. از سوی دیگر، رویداد اخیر در استان دایکندی که در طی آن 14 نفر از شیعیان هزاره به شهادت رسیدند، بار دیگر موجی از نگرانی‌ها و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است. خانواده شهدا و فعالان مدنی میگویند وقوع این چنین رویدادهای خونین تحت حاکمیت طالبان نشان دهنده این است که این گروه هیچ گونه توجهی در قبال تأمین امنیت هزاره ها ندارد. هرچند گروه‌های سنی تندروی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، اما برخی منابع گفتند که مهاجمان خود را از اعضای طالبان معرفی کرده بودند. گفتنی است این رویداد با واکنش‌های جهانی مواجه شده و به شدت محکوم گردید. دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای دکتر نورزاد سلام. گزارش را در رابطه با افزایش محدودیت و تشدید حملات علیه شیعیان هزاره تحت حاکمیت طالبان دیدیم و شنیدیم. تحلیل شما را در این زمینه بشنویم. به نام در هم کوبنده مستکبرین، با تحیات وافر و دعاهای صادقانه، سلام و درود به تمام کارکنان و مدیران محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و به حضرت عالی. بسیار خرسندم که فرصت برای این گفتگو داریم.
جنایت و کشتارهای سیستماتیکی علیه هزاره‌ها در افغانستان، از جمله قتل 14 زائر در غور و دایکندی که شما اشاره کردین و کشتار ده ها کودک و مسافرین در زابل، مثلا قتل عام بیش از 400 نفر در جنبش روشنایی و شفاخانه دکتران بدون مرز، عملات به دختران مرکز آموزشی کاج، انفجار نزدیک زیارت ابوالفضل العباس در کابل و نسل کشی هزارها در مزار شریف و در بامیان، نشان دهنده ابعاد وحشتناک و تاریخی این بحران انسانی است. این عملات از سالهای 1892 میلادی تا کنون توسط گروه های تکفیری و دولت های پشتون محور و پشتون تروریستی و مزدوران غیر پشتونی آنها ادامه یافته و به طور مداوم و سیستماتیک در حال وقوع است. این جنایات شامل کشتار دستجمعی، پاکسازی قومی و نسل کشی سیستماتیک و به یکی از بزرگترین فاجعه انسانی در تاریخ معاصر جهان تبدیل شده است. پشتون تروریست ها و طالبان به عنوان مسئولین اصلی این جنایت در این زمان از ایدئولوژی های افراطی و سرکوب گرایانه برای تحقق اهداف خود و بهره برداری از مسائل سیاسی خود میکنه که طالبان به طور خاص با استفاده از این ایدئولوژی ها خشونت آمیز و نژاد پرستانه به نسل کشی و سرکوب هزاره ها ادامه میدهند و این وضعیت را به یکی از بزرگترین چالش های حقوق بشری و انسانی در جهان تبدیل کرده است. در این راستا ما از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی میخواهیم که به این بحران بی‌رحمانه و ادامه چون این جنایات توجه کنه و اقدامات جدی برای پایان دادن بر این گونه نسل کشی و خشونت های سیستماتیک انجام ده. این اقدامات باید شامل فشار بر دولت های آمی طالبان و گروه های افراطی و ایجاد راهکارهای مؤثر برای حمایت از اداره ها و دیگر اقلیت های آسیب پذیر و شیعان افغانستان ادامه باشه که ادامه حمایت و همکاری با حاکمان خودفروخته و دولت های مزدور دوره های شاهی و جمهوری تا کمونیستی و تروریستی باعث تعمیق بحران و تهدید جدی بی ثباتی در منطقه شده است. طالبان پشتون تروریست استفاده از ایدئولوژی های افراطی و تکفیری در تلاش برای گسترش خشونت و ناامنی به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران آسیای مرکزی هستند که میتونن منجر به بحرانهای انسانی و تروریستی گسترده تری شوند. ممنونم. در نهایت این ممنونم بین طالبان پشتون و تروریست های تکفیری ادامه بیابد. آینده آسیا و جهان به بحرانهای انسانی، مهاجرهای و مهاجرتهای گسترده، رشد شبکه‌های تروریستی در آسیای مرکزی و جهان. ممنونم آقای دکتر. تظاهرات جهانی علیه تروریسم و نسل کشی از آره ها که در چند روز آینده برگزار خواهد شد نماینگری عزم جهانی برای مقابله با جنایات. آقای دکتر نورزاد، صدای منو دریافت میکنید؟ صدای شما قطع میشه و صدای من انعکاس میکنه. بله، ممنونم جناب دکتر. با تشکر از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.